روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیو. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. جسم سالم، عقل سالم. سالم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است. فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از طلا ارزشمندتر است. سلامتی تا به حال از همه نعمتهای دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقعا سالم از شاه بیمار خوشبختتر است. موضوعی سلامتی شما می توانید در سامانه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نموید. حمایت از یک مریض مبتلا به سرطان. در یک نگاه اجمالی، سرطان در واقع فامیلی از امراضی است که بیشتر ما در مورد آن خیلی آگاهی نداریم. سرطان آسیب‌های روحی جدی را برای مریض و اعضای خانواده‌اش باقی می‌گذارد. از هر چیزی که تمرکز مریض را از زندگی به طرف مرض سوق می‌دهد جلوگیری کنید. از توصیه‌های بی‌جای طبی خودداری کنید. حضور داشته باشید و مفید باشید. اگر مریض هستید دعا کنید. از منابع معنوی فقط پس از اطمینان از آمادگی مریض برای استفاده از آن استفاده کنید. خوش آمدید به برنامه امروز ما. مباحث مربوط به سرطان را در موارد مختلف پوشش داده ایم. این قابل درک است زیرا سرطان یک مرض خطرناک برای زندگی است و علامت بزرگ از درد و رنج و مرگ زودرس برای میلیون ها نفر بوده است. تأثیر روحی آن بیانگر بزرگی آسیب آن برای مریضان، خانواده ها و جوامع می باشد. تشخیص سرطان بسیاری از سوالات و معضلات دشوار را برانگیخته و دیدگاه های مربوط به زندگی را برای مریضان و افراد مستعد به آنها تغییر می دهد. سرطان در حقیقت یک فامیل از امراض است. علم طبابت بیش از هر مرض دیگر سرطان ها را مورد مطالعه قرار داده است و درمان هایی را ایجاد کرده که سالهای عمر گرانبها را برای مریضان افزوده است. حتی اجازه می دهد برخی از آنها از سرطان شفا یاب شوند. از این رو تا حدود واکنش های روحی به سرطان تغییر کرده است، اما تجربه زندگی با این مرض بسیار آزاردهنده مانده است.
شاید این ساحه مهم برای کشف امروز این باشد که چگونه از آن دوست، عضو کلیسا یا یکی از اعضای خانواده خود که به سرطان مبتلا شده است حمایت کنیم. اگر بخواهیم همه اینها را با یک کلمه بیان کنیم، احتمالاً حمایت بهترین کلمه برای بیان نیازها و انتظارات بیشتر مریضان سرطانی می باشد. حمایت باید به صورت کلی و نه به صورت خاص انجام شود. منظور ما این است که بهتر از فرد را تایید و تشویق کنیم نسبت به اینکه سرطان محور گفتگوها باشد. اهمیت فرد فراتر از سرطان است. امید بزرگترین هدیه ای است که می توانید به مریض مبتلا به سرطان بدهید. با وجود آمار وحشتناک، همیشه کسانی هستند که با ناامیدی مبارزه می کنند. امید است که می تواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهد. امید ایمان را ایجاد می کند. بنابر این امید و ایمان مریض را بسازید. شما می خواهید که مریض از تماس شما احساس بهبودی یابد، پس شما باید با یک رویه صمیمی و دعوت و دعا به جای صحبت از تجویزات کوتاه‌فکرانه، حمایت خود را به آنها انتقال دهید. آغوش و محبت شما اغلب بیشتر از سخنانی مورد علاقه شما درباره فواید یک جوس یا مکمل غذایی مفیدتر است. نظرات خواسته نشده برای اصرار طرح رنگ مورد علاقه یا کاوچ مورد نظر برای اتاق جدید خانواده دوست شما ممکن مورد استقبال قرار بگیرد، اما تا زمانی که شما یک متخصص واجد شرایط نباشید، عاقلانه است که نظر خود را برای خود حفظ کنید. در واقع اگر شما یک متخصص هم باشید، احتمالاً توصیه شما مشابه به توصیه های متخصص ماهر مربوطه خواهد بود. هنگامی که یک فرد اقدام به تداوی میکند، و ویژه اگر بر اساس توصیه های متخصص انجام شده باشد، عاقلانه ترین عمل برای یک دوست تایید چنین انتخابی است. اگر احساس کردید که باید باورهای تسلی دهنده خود را با آنها در میان بگذارید، این کار را علاوه بر این نه جایگزینی از درمان انتخاب شده انجام دهید. غالبا فراموش می شود که خداوند به همه ما آزادی انتخاب داده است. اگر او بسیار مهربان است، آیا ما نیز نباید بخشنده باشیم؟ در واقع ما در مورد چگونگی ارتباط شخصی که مبتلا به سرطان بوده آگاهی نداریم. بیشتر ما وقت نداشته ایم تا درک روشنی از گروه امراض که آن را سرطان می نامیم کسب کنیم، اما این مانع از داشتن نظرات قوی در مورد علل آن و راه‌های بهتر تعقیب آن نمی شود. بنابراین وقت خبرهای وحشتناک را می شنویم، چیزهای زیادی برای گفتن داریم و تقریبا هر کسی که مبتلا به سرطان است یا یکی از اعضای خانواده خودش با سرطان درگیر است، با یک موج توصیه ها روبرو می باشد. در جامعه آگاهان صحت مسئولان سیار وجود دارد که ادعا می کنند این شرایط نتیجه مستقیم برخی از ضروریات سبک زندگی نادیده گرفته شده و همین گونه نتیجه عمل برخی افرادگرایان است که اصرار دارند ماده ترکیبی خاصشان یک درمان مطمئن است و همه ما بهتر است که از چنین توصیه های رایگان و غالبا بی پایه و اساس خودداری کنیم. بیشتر بحث کرده ایم که در صورت تشخیص یک عضو خانواده و یا یک دوست از سرطان چگونه واکنش نشان دهیم. ما نباید در مقابل تمایل به مشاوره مقاومت کنیم. ما تخصص لازم برای انجام این کارا نداریم. کسانی که در واقع تخصص دارند بسیار باهوش‌تر هستند. عقاید خود را در مورد علت ایجاد سرطان ارائه ندهید و آنها را تحمل نکنید. اما چی بگوییم و چی کنیم؟ بیش از هر کار دیگری حضور داشته باشید. در دسترس باشید، تمایل به کنار گذاشتن برنامه‌های خود داشته باشید، در صورتی که نیاز باشد کاری کنید برایشان. بر روش‌های عملی برای ابراز علاقه و حمایت خود بیندیشید. خرید و پخت و پز برای خانواده، کمک به کارهای خانه در صورت لزوم، بردن کودکان به مکتب یا فعالیت‌های دیگر، ارائه حمل و نقل به شفاخانه یا بازگشت به خانه هنگام ارائه کمک خود مراقبت باشید. در واقع ممکن نیاز باشد چیزی بیشتر از آن چرا که می‌خواهید یا قادر به انجام آن هستید ارائه ندهید. و هنگامی که وعده داده اید آن را عمل کنید. تأخیر نکنید. زمان دارای ریتم متفاوت برای مریضان سرطانی است. ناامید نشوید. اگر می خواهید کسی را متعجب کنید، از جنبه خوب متعجب کنید، نه از جنبه بد. مهربان، دوست داشتنی، امیدوار، اطمینان بخش، خوشبین و دلپذیر باشید. شخص را با یک وعده غذای خوب یا فعالیت های شاد دیگر که او را به طور معمول با زندگی مرتبط می کند دعوت کنید. با آنها دعا کنید، اما خیلی مقدس نما نباشید. از خود بپرسید واکنش های من چگونه روح این عزیز را تقویت می کند. اگر نتوانید مریض را شاد کنید، حداقل در افسردگی وی نقش نداشته باشید. صحبت از زندگی و سلامتی خبری خوبی است، پس بیایید پیام رسان امید باشیم. آیا می دانید که حضرت عیسی خود را به جای مریضان تعریف می کرد؟ ما در انجیل نمی خوانیم که او همیشه مریض بوده است، اما با ما گفته می شه در آخرین حکم ما خواهیم آموخت که او رفتار ما را با اعضای مریض جامعه مشاهده کرده و در واقع او شخصا این کار را برای ما انجام می داد. او در آن روز سرنوشت ساز برای بعضی ها خواهد گفت: بیایید شما پدر من را برکت دادید، پادشاهی را که از بنیان جهان برای شما آماده کرده است به ارث ببرید، زیرا من گرسنه بودم و شما به من غذا دادید، من مریض بودم و شما به دیدار من رفتید. و سپس سخنان تجربه‌آور خود را توضیح می دهد: مطمئناً من به شما می گویم، و همین دلیل که کاری برای یکی از این برادران من کردید، این کار را برای من کردید. دوستان عزیز،
شما می توانید سوال هایتان را با رقم پلیس 137-60-60-70 پلیس 137-60-60-70 در واتساپ ما نویسید. با لحظه تندرستی سالم بمانید. سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیزی برنامه لحظه تفکر. خوبان من، سلسله برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفاً گوسفند نباشید، اثری از محمود نامنی می باشد. دوستان عزیز من، این کتاب را با عشق برای شما می خوانم. قسمی که از نام برنامه ما واضح است، لحظه تفکر. امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر وادارد. با گفته بزرگ مرد تاریخ، یک ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت. پس ارزش فکر کردن بس بالاست. این فکر است که ما را به قله های موفقیت می برد و رشد می دهد و ذهن ما را باز می کند و جهان پیرامون را برای ما واضح می سازد. تقاضای من از شما این است که هر برنامه را به دقت گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید. با امید آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس. اما به فرموده دانای دلبند دکتر علی شریعتی، این تمام چیزی است که می توانستیم، نه تمام چیزی است که می خواستیم. برایتان دل عاشق، ذهن جستجوگر، روح عصیانگر، نگاه پرهیزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش فرا دهید. به نام آن که هستی از او طعم گرفت. چگونه دوست انتخاب کنیم؟ آیا به این اندیشیده اید؟ پیامبر می فرماید از دوست تو بر تو حکم می کنند. اما چرا انتخاب دوست آنقدر مهم است؟ زیرا بیشترین ساعات عمر ما را در بر می گیرد و طبعا بیشترین اثر را بر روح ما خواهد داشت. یک سنگ سخت در مجاورت آب تغییر شکل داده و در مقابل چکچک آب سراخ می گردد. سنگ به مقدار در مجاورت سنگهای دیگر تبدیل به عقیق و فیروزه می گردد. حتی خار در مجاورت گل بوی گل را می گیرد. خارم ولی گلاب زمن می توان گرفت. خارم ولی گلاب زمن می توان گرفت. از بس که بوی همدمی گل گرفته هم. تمثیل شعر مذکور را می توان در این حکایت یافت. روز شما به دیدار دوستی می روید که در قصابی کار می کند. ساعت را پیش او می گذرانید. بعد از مراجعت از نزد او اولین کسی که شما را می بیند فوراً از بوی بد گوشت تراویده از تن شما سخن می گوید. حال اگر ساعت را پیش دوست بگذرانید که در فروشگاه عطر فروشی شاغل است و محض مراجعت دیگران از شما رایحه دلنگیز عطر را استشمام خواهند کرد. خواجه عبدالله انصاری دوستی با نیکان را عظیم دانسته و می گوید صحبت با نیکان بس عظیم است. میست در صحبت کیمیا افتاد، زر گشت. هسته خرما در دست دهقان افتاد، درخت پر برگشت و آنک به دست هیزم کش افتاد، خاکستر گشت. مولانا در تایید سخن خواجه می فرماید دل آن از دی کسی بنشین که او از دل خبر دارد، بزیر آن درخت رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. عرفا دوست را رهنما و دلیل راه می دانند و می گویند روز شخصی در خدمت درویشی گفت در این راه در هر قدمی 1000 چاه است. درویش گفت راه نرفته نشان راه مده که چاه در کنار راه است نه در میان راه. هر کی از راه بدر رود در میان چاه افتد. دوستی برگزین که تو را از راه برد. تصویر ذهنی کاترین دیوپس در باب دوستی چنین است. دوست آن است که توی تاب آدم را تاب می دهد.
یعنی با واژگانش دلت را چرخ و فلکی می کند. روی نردبان تو را بالا می کشد. درک تو را افزایش می دهد. دست به پشتت می زند. در آغوشت می گیرد و خداحافظی می کند. اما نگارنده می گوید خداحافظی نمی کند. او صاحب خانه دل می شود و در محراب دل محمل می گزیند. شیخ اجل سعدی در باب اثر دوست می گوید گل خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. بگفتا من گل ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. به تعبیری دوست آن است که صفات حمیده انسان را تقویت و صفات رذیله را تضعیف می کند. یعنی چی؟ تا کنون برایتان پیش آمده که انسان در کنار بعضی از افراد قرار می گیرد. ناخودآگاه بعد از مدتی می فهمد که انسان دیگری شده است. صفات بارز و شایسته اش بیدار شده و بسیاری از صفات ناپسندش کم رنگ. این اثر دوست است. چی زیبا سروده اثر دوست را آن اندیشمند. بعضی ها وارد زندگی ما می شوند و خیلی سری می روند. بعضی برای مدتی می مانند. روی قلب ما رد پا باقی می گذارند و ما دیگر هیچگاه همانی که بودیم نیستیم. و بعد انسان جای پای دوست در کوچه خلوت دل آدمی می ماند و یادش که به انسان آرامش شگرف می دهد. جیمز باسل این لحظه را بسیار لطیف بیان کرده و می سراید. قیمت لحظه ها را نمی توان سنجید در آن هنگام که دوستی شکل می گیرد. آنگاه که جام را قطره قطره پر می کنید، دست آخر با قطره سرریز می شود و به زنجیره مهربانی ها نیز یکی هست که سرانجام دل آدمی را لبریز می کند. لیو فلیچا بوساکلا در خاطر سبزش عطر عبور دوست را چنین می سراید. زارعی پیر و بیدندان و زیبا در نیال شبی مرا در خانه خیش جای داد. کلبه کاهگلی که افراد خانواده و وسایل کشاورزی و همه حیواناتش را جملگی در همان جا مسکن داده بود. گفتگو بدون استفاده از زبان علایم، لبخندی برخورد نگاهی یا تمام میسر نبود. نه تصور از این که امریکا در کجا واقع است داشت و نه در عمرش با یک غریبی سخن گفته بود. نه سوار ماشین شده بود و نه یک کلمه از تاریخ شنیده بود. پس نمی توانست به سیاست یا چیز فراسوی زندگی روستاییش علاقه من باشد. با این حال غروب را به گرمی کنار هم گذراندیم و به هنگام ودا با این احساس که شاید دیگر هیچگاه یک دیگر را نبینیم دست در دست هم تا انتهای دهکده را پیمودیم و گرستیم. اکنون سالها از آن ماجرا می گذرد و من دیگر او را ندیده ام. بگذاریم که هنوز نیز با یک دیگریم. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. جدال بزرگ ایلن جی وایت 1911. اطلاعات درباره مرور کلی. این کتاب الکترونیکی توسط ایلن جی وایت استیت ارائه شده است. در مجموعه بزرگتر کتاب‌های آنلاین رایگان در وبسایت ایلن جی وایت استیت گنجانیده شده است. راهبان حیرت زده و شرمسار از اتاق بیرون آمدند. سخنان ویکلیف برآورده شد. او زنده ماند تا قوی ترین سلاح‌ها را علیه روم در دست هموطنانش بگذارد، تا کتاب مقدس را به آنها بدهد، ماموریت را که بهشت منصوب کرده بود تا مردم را آزاد کند، روشن کند و بشارت دهد. برای انجام این کار موانع بسیار و بزرگی وجود داشت. ویکلیف با ناتوانی‌ها سنگین شده بود. او می‌دانست که تنها چند سال از عمر او باقی مانده است. او مخالفانی را دید که باید با آنها روبرو شود. اما او با تشویق وعده های کلام خدا بدون دلهره پیش می رفت.
او با تمام قوای فکری خود سرشار از تجربه با عنایت خاص خداوند برای این بزرگترین کارش حفظ و آماده شده بود. در حالی که تمام جهان مسیحیت مملو از هیاهو بود، اصلاح کننده در خانه اش در لوتروز بی اعتنا به طوفانی که در خارج از آن بیداد می کرد، خود را به وظیفه انتخابی خود اختصاص داد. سرانجام کار به پایان رسید و اولین ترجمه انگلیسی کتاب مقدس که تا کنون انجام شده است تمام شد و کلام خدا به انگلستان گشوده شد. اصلاح طلب اکنون از زندان یا چوب نمی ترسید. او چراغی را در دستان انگلیسی ها قرار داده بود که هرگز نباید خاموش شود. او با دادن کتاب مقدس به هموطنان خود بیش از آنچه که با درخشانترین پیروزی ها در میدان های جنگ به دست آمده بود، برای شکستن قیدهای جهل و رذیلت، برای آزادی و اطلاع کشورش انجام داده بود. هنر چاپ هنوز ناشناخته بود، تنها با کار کند و طاقت فرسا بود که می توان نسخه های کتاب مقدس را تکثیر کرد. علاقه به دستیابی به این کتاب به قدر زیاد بود که بسیاری با کمال میل به کار رونویسی آن پرداختند، اما به سختی نسخه نویسان توانستند تقاضای مردم را تامین کنند. برخی از خریداران ثروتمند کل کتاب مقدس را می‌خواستند، دیگران فقط بخش را می‌خریدند. در بسیاری از موارد چندین خانواده برای خرید یک کپی متحد می‌شدند. بنابر این کتاب مقدس ویکلیف به زودی راه خود را به خانه‌های مردم پیدا کرد و آنها با توسل به کتاب مقدس بر علیه عقیده پاپی تحریک شدند. ویکلیف اکنون آموزه‌های متمایز پروتستانتیسم را آموزش می‌دهد. نجات از طریق ایمان به مسیح و تنها خطا ناپذیری کتاب مقدس ممکن است. واعظانی که او فرستاده بود، انجیل را همراه با نوشته‌های اصلاح کننده منتشر کردند و با چنان موفقیتی روبرو شدند که تقریبا نیمی از مردم انگلستان ایمان جدید را پذیرفتند. ظاهر کتاب مقدس باعث ناراحتی مقامات کلیسا شد. آنها اکنون باید با آژانس قدرتمندتر از ویکلیف ملاقات می کردند. آژانس که سلاح‌های آنها در برابر آن سودی چندانی نداشت. در آن زمان هیچ قانونی در انگلستان وجود نداشت که کتاب مقدس را ممنوع کند، زیرا قبلا هرگز به زبان مردم منتشر نشده بود. چون این قوانینی پس از آن وضع شد و به شدت اجرا شد. در همین حال، علی رغم تلاش‌های کاهنان، یک فرصت فصلی برای پخش کلام خدا وجود داشت. رهبران پاپ مجدداً برای خاموش کردن صدای اصلاح طلب نقشه کشیدند. قبل از سه دادگاه او متوالی برای محاکمه احضار شد، اما بیفایده بود. ابتدا مجمعی از اسقف‌ها نوشته‌های او را بدعت‌گزار اعلام کردند و با جلب پادشاه جوان ریچارد دوم فرمان سلطنتی به دست آوردند که همه کسانی را که باید آموزه‌های محکوم شده را داشته باشد به زندان بیندازند. ویکلیف از مجمع به پارلمان درخواست داد. او بدون ترس سلسله مراتب را به شورای ملی معرفی کرد و خواستار اصلاح تخلفات عظیمی شد که توسط کلیسا تایید شده بود. او با قدرت قانع کننده غصب و فسادهای مقر پاپ را به تصویر کشید. دشمنان او دچار سردرگمی شدند. دوستان و حامیان ویکلیف مجبور شده بودند تسلیم شوند و با اطمینان انتظار می رفت که خود اصلاح طلب در سنین پیری تنها و بی دوست در برابر اقتدار ترکیبی تاج سر تعظیم فرود آورد. اما بجای این پاپیست ها خود را شکست خورده می دیدند. پارلمان برانگیخته شده درخواست های هیجان انگیز ویکلیف فرمان آزار اذیت را لغو کرد و اصلاح طلب دوباره در آزادی بود. بار سوم او را به محاکمه آوردند و اکنون در برابر بالاترین دادگاه کلیسایی در پادشاهی قرار داشت. در اینجا هیچ لطفی به بدعت نمی شود. در اینجا بالاخره روم پیروز می شود و کار اصلاح طلب متوقف می گردد. پاپیست ها چنین فکر می کردند. اگر آنها می توانستند به هدف خود برسند، ویکلیف مجبور می شد از آموزه های خود چشم پوشی کند یا دادگاه را فقط برای شعله های آتش ترک می کرد. اما ویکلیف عقب نشینی نکرد. او متلاشی نمی شود. او بدون ترس به تعالیم خود ادامه داد و اتهامات جفاگرانش را دفع نمود. او که از خود و موقعیت خود غافل شد، شنوندگان خود را به دادگاه الهی فرا خواند و سفسطه ها و فریبکاری های آنان را در ترازوی حقیقت جاودانه سنجید. قدرت روح القدس در اتاق شورا احساس می شود که تلسمی از جانب خداوند بر شنوندگان بود. به نظر می رسید آنها قدرتی برای ترک محل ندارند و عنوان تیرهایی از طرف خداوند سخنان اصلاحگر قلب آنها را سوراخ نمود.
اتهام بدعت را که آنها علیه او مطرح کرده بودند با قدرت قانع کننده به خودشان پس زده شد. او خواستار شد که چرا آنها جرأت کردن اشتباهات خود را به خاطر منفعت گسترش دهند و از لطف خدا خرید و فروش کنند. و حقیقت، حقیقتی که از شما قوی تر است و بر شما غلبه خواهد کرد. پس با گفتن این سخن از مجلس کنارگیری کرد و هیچ یک از دشمنانش سعی نکرد مانع او شود. کار ویکلیف تقریبا تمام شده بود. پرچم حقیقتی که او مدتها بر دوش داشت به زودی از دستش افتاد. اما یک بار دیگر او باید برای انجیل شهادت دهد. قرار بود حقیقت از همان دژ پادشاهی گمراهی اعلام گردد. ویکلیف برای محاکمه در دادگاه پاپ در روم احضار شد که اغلب خون مقدسین را ریخته بود. او نسبت به خطری که او را تهدید می کرد کور نبود. با این حال اگر شوک فلج انجام سفر را برای او غیر ممکن نمی کرد، احضار را اطاعت می نمود. اما با وجود اینکه صدای او در روم شنیده نمی شد، می توانست با نامه صحبت کند و این را مصمم انجام داد. اصلاح طلب نامه‌ای به پاپ نوشت که در عین حال که لحن محترمانه و روح مسیحیت داشت، سرزنش شدیدی را برای شکوه و غرور قصر پاپ بود. او در نامه نوشت: براستی که من خوشحالم که ایمانی را که دارم به همه باز می کنم و به ویژه برای اسقف روم اعلام می کنم. از آنجایی که من فکر می کنم درست و صادق است، او با کمال میل این کار را خواهد کرد. ایمان گفته شده ای من را تایید کنید یا اگر اشتباه است آن را اصلاح کنید. اول، من تصور میکنم که انجیل مسیح تمام قانون خداست. من این انجیل را به اسقف روم میدهم و نگه میدارم، زیرا او جانشین مسیح در روی زمین است و از همه مردان دیگر به آن شریعت انجیل پابند است. زیرا عظمت شاگردان مسیح در منزلت یا افتخارات دنیوی نبود، بلکه پیروی دقیق و نزدیک از مسیح در زندگی و آداب او بود و دور انداختن هر گونه حکومت و شرافت دنیوی. هیچ مرد مؤمن نباید از خود پاپ یا هیچ یک از افراد مقدس پیروی کند، اما در مواردی که از خداوند عیسی مسیح پیروی کرده است. زیرا پترس و پسران زبدی برخلاف پیروی از گامهای مسیح با آرزوی شرافت دنیوی توهین کردند و بنابر آن در این خطاها نباید از آنها پیروی کرد. پاپ باید همه چیز را به قدرت سکولار بسپارد، با تسلط و فرمان روایی و در نتیجه حرکت و تشویق تمام روحانیان خود. زیرا مسیح و به ویژه حواریونش چنین کردند. بنابراین اگر در هر یک از این نکات اشتباه کرده باشم، با فروتنی خود را تسلیم اصلاح خواهم کرد. در صورت لزوم حتی با مرگ خود راضی خواهم شد. و اگر می توانستم مطابق میل خود تلاش می کردم، شخصا حتما خود را در برابر اسقف روم حاضر می کردم. اما خداوند برخلاف آن مرا ملاقات کرده است و به من آموخته است که خدا را بیشتر از مردم اطاعت کنم. او در پایان گفت: بیایید به درگاه خدای خود دعا کنیم که پاپ اوربان ششم همان طور که شروع نموده است چنان برانگیزد تا او را با مرد روحانی خود از خداوند عیسی مسیح در زندگی و آداب پیروی کند و بتواند و طور مؤثر بر مردم آنها را تعلیم دهد و آنها نیز بتوانند از خداوند صادقانه پیروی کنند. بعد این ترتیب ویکلیف تواضع و فروتنی مسیح را به پاپ و همپیمانانش ارائه نمود و نه تنها برای خود بلکه برای تمام جهان مسیحیت. تفاوت بین آنها و استاد را که آنها ادعا می کردن نماینده اش بودند نشان داد. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.